از کجا بفهمیم همکارمان زیرابزنی می کند؟ محیط کار محیطی هست که شما در اون علاوه بر این که مشغول به کار میشین با همکاران و مدیر شرکت تعامل زیادی دارید. البته همه همکاران در محیط کار رفتار خوبی از خودشون نشون نمیدن و در این محیط هم مانند جامعه کسانی هستند که علاقه زیادی به زیرابزنی همکاران خودشون دارن تا اینکه مانع پیشرفت اونها بشن. اینجا موج معکوسه و میخواییم بریم ببینیم زیرابزنی چیه؟ از کجا بفهمیم که همکارمون زیرابزنی میکنه؟ راهکارهای مقابله با اون رو بهتون بگیم. ممنون که با لایک، سابسکرایب و نظراتتون از ما حمایت میکنید. اون زنگوله رو هم فشار بدین تا در جریان برنامه های بعدی ما قرار بگیرید. ناراحت کننده است، اما افراد زیرابزن از روی عمد در پی تخریب شخصیت و بی‌ارزش نشون دادن فعالیت های همکارشون هستند. ممکنه شما هم با افراد زیرابزن در ارتباط باشید. بریم ببینیم انواع زیرابزنی چیه؟ معمولاً افراد زیرابزن از سه شیوه برای خراب کردن همکارشون استفاده می‌کنن. مورد اول اینه که ارائه گزارش نادرستی میدن. به این معنی که همکار زیرابزن سعی می‌کنه با استفاده از شواهد و مدارک ساختگی عملی که از سوی فردی سر نزده رو به وی نسبت بده و یا کاری رو از او سلب کنه. روش بعدی ترکیب اطلاعات صحیح و نادرسته. در این روش همکار زیرابزن بسیار حرفه‌ای عمل میکنه. او سعی میکنه برای دستیابی به اهداف خودش کارها و رفتارهای همکارش رو به شیوه دلخواه خودش تفسیر کنه و نظرات شخصی خودش رو به دیگران القا کنه. روش بعدی ارائه گزارش صحیحه. یعنی همکار زیرابزن سعی میکنه با بزرگ نمایی یه عمل نادرست و گزارش اون به رئیس موقعیت کاری فرد رو تضعیف کنه و جایگاه اجتماعی اون رو مورد تخریب قرار بده. البته فراموش نکنید افراد بنا به دلایلی اقدام به زیرابزنی میکنن. یکی از دلایل اصلی زیرابزنی ایجاد حس رقابت میان کارمندانه. برخی از ادارات و شرکت‌ها تنها به افرادی که در صدر امور نشستن پاداش میدن و پاداش به صورت فردی به کارمندها اهدا میشه و افرادی که در این مسیر کمک کردن هیچ پاداش و کمکی دریافت نمی‌کنند. به همین دلیل در این شرکت‌ها و اداره‌ها حالت رقابتی بین همکاران ایجاد میشه و برخی از افراد سعی می‌کنن به هر روشی زیرا به همکار خودشون رو بزنن تا خودشون در صدر قرار بگیرن و پاداش رو از آن خودشون کنن. حسادت، ترس از توان و استعداد شما هم سبب میشه که همکار یا همکارانتون به هر طریقی که شده شما رو بد جلوه بدن و کارهای غلطتون رو بولد کنن. جالبه بدونید گذشته فرد، روش‌های تربیتی و نوع زندگی خانوادگی افراد از دلایل زیرابزنی هستن. بخش دیگه از این پدیده اجتماعی به سازمان‌ها و افرادی که گزارش‌های از این دست رو می‌پذیرن هم بستگی داره. یعنی ممکنه باعث دامن زدن به زیرابزنی افراد دیگه بشن. شاید شما هم از اون دسته از افرادی باشین که ترکش‌های زیادی از زیرابزنی همکاراتون خورده باشین. شاید این سوال شما هم باشه که از کجا بفهمیم همکارامون زیرابزنی می‌کنن. در واقع علائم و نشونه‌هایی وجود داره که در این بخش به اون اشاره می‌کنیم. 1. اگه همکار شما اطلاعات مهمی رو از شما مخفی می‌کنه. 2. اگه همکارتون پشت سرتون بدگویی می‌کنه. 3. اگه همکار شما سعی داره جلوی مدیر همیشه شما رو خراب کنه و کارهاتون رو بد جلوه بده. 4. اگه با وجود کارکرد خوب و عالی که دارین هرگز به ارتقای شغلی دست پیدا نمی‌کنین، در صورتی که لیاقت اون رو دارین مطمئن باشین که پایه همکار زیرابزن در میونه. 5. اگه همکاراتون به طور ناگهانی از شما دوری می‌کنن یا شما رو به گروه خودشون راه نمیدن، مطمئن باشین یه نفر زیرابتون رو زده. 6. یکی دیگه از نشونه‌ها اینه که ممکنه همکارتون در جلسه‌های کاری همیشه با نظرات شما مخالفت کنه. 7. ممکنه همکارتون از کمک کردن به شما امتناع کنه. 8.
ممکنه همکارتون همیشه از شما دوری کنه و رفتار تهاجمی از خودش نشون بده. اما به صورت ناگهانی باهاتون مهربون بشه. بسیار مراقب زیرابزنی اون باشین. 9. ممکنه رفتار متناقضی داشته باشه. 10. اگه مدیر همیشه با شما رفتار سرد و بی‌تفاوتی داره، مطمئناً یک یا چند نفر زیرا به شما رو زدن. اما برای اینکه از این نبرد زیرابزنی جون سالم به در ببرین، میتونید راهکارهایی رو هم استفاده کنید. مثلا کارهاتون رو بنویسین. رفتار عادی از احساسات داشته باشید. مدیر رو در جریان امور قرار بدید. گوش به زنگ باشین اما بدبین نباشین. نظر همکار قابل اعتمادتون رو بپرسین. شاید عجیب باشه اما با همکار زیرابزنتون دوست بشین. در مورد مسائل کاری با مدیر و مسئول خودتون صحبت کنین. در نهایت اگه دیدید هیچی درست نمیشه، محیط شغلیتون رو عوض کنین. اگه متوجه شدین همکارتون میخواد زیرابزنی کنه، حتما گزارش کار روزانه بنویسین و اون رو در اختیار مدیر قرار بدین. اینطوری اون نمیتونه شما رو فردی کم کار نشون بده و نمیتونه اشتباهات خودش رو گردن شما بندازه و همه چیز کاملا مشخص و واضحه. در صورتی که متوجه زیرابزنی همکارتون شدین، مثل اون برخورد نکنین. برعکس منطقی رفتار کنین. محل کار باید جایی برای پیشرفت و شادی باشه. پس با همکارتون به خوبی رفتار کنین و به کسی که در حال زیرابزنی شما هست کمک کنید و پیشنهادهای سازنده‌ای برای شغلش بهش بدین. اگر همکارتون سعی کرد در مقابل مدیر شخصیت شما رو بی‌ارزش جلوه بده و اشتباهات خودش رو با مظلوم نمایی و زیرکی به گردن شما بندازه، معطل نکنید و قبل از اینکه وجهه شما رو در محل کار خراب کنه، پرده از واقعیت بردارین و همه ماجرا رو برای مدیرتون توضیح بدین. بقیه کارها رو به دست مدیر بسپارین تا او با قدرت مدیریتی خودش شخص خاطی رو جریمه کنه. راهکار دیگه اینه که بدون اینکه به کسی تهمت بزنین، در مورد احساس خود و مسائلی که پیش اومده و میشنوین با همکاری که بهش اعتماد کامل دارین صحبت کنین و نظر اون رو بپرسین. شاید این صحبت شما با او براتون راهگشا باشه. در نهایت اگه آرامشتون به خطر افتاده و شرایط کاری بسیار بد هست، بهتر محیط شغلیتون رو عوض کنید. ممنون که تا پایان برنامه همراه ما بودین. لطفاً با لایک، سابسکرایب و نظراتتون از ما حمایت کنید. اون زنگوله رو هم فشار بدین تا در جریان برنامه‌های بعدی ما قرار بگیرید. روز و روزگار به کامتون. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.